ملیت یک NHS. این نام این نقاشی دیواری است که به تازگی در مرکز اجتماعی هنری ریچ میکس در شرق لندن رونمایی شد. این اثر ادای احترامی به تنوع ملیتی و فرهنگی کارکنان نظام بهداشتی بریتانیا معروف به NHS. تصویری از یک کارمند جوان لندنی NHS در کنار ده‌ها گلی که آدم‌ها از گوشه و کنار بریتانیا طراحی کردن و فرستادن. اثری که با همکاری Paint the Change یا تغییر از طریق هنر برای پروژه هنر خیابانی برای عدالت اجتماعی تهیه شده. ایده طرح 6 ماه پیش و همزمان با محدودیت‌های اجتماعی بعد از بحران کرونا شکل گرفت. من یه هنرمند خیابانیم. بعد از بحران کرونا که نمیشد بیرون نقاشی کنیم، فکر کردم یک اثر دیجیتال تهیه کنیم. ما یک کلاس هفتگی اینستاگرام داشتیم و از همه دعوت کردیم که برای تشکر از NHS یک گل طراحی کنن و برای ما بفرستن. و بعد من گل‌ها رو کنار هم بگذارم. با ریچ میکس صحبت کردیم و قرار شد که طرح روی این ساختمون به نمایش در بیاید. NHS آنقدر بین مردم بریتانیا محبوب است که وقتی پای تقدیر از آن وسط باشد، داوطلب زیاد پیدا می شود. بیش از 200 نفر از سراسر بریتانیا در این اثر مشارکت کردند. دعوت به همکاری رو آنلاین دیدم و مشارکت کردم. پدر بزرگ و مادر بزرگم هر دو پرستار بودن و فکر کردم خوب سهمی در این اثر داشته باشم و بهش افتخار میکنم. گل منو میتونین اونجا کنار گوشش ببینید. افتخار میکنم که حدود 10 ساله برای NHS کار میکنم. بیشتر همکارانم از ملیتهای مختلف هستند. به نظرم نه تنها برای من و همکارانم، بلکه برای بیماران هم خیلی مهمه که ببینند جایی هستند که بهشون اهمیت داده میشه. وقتی این اثر را دیدم واقعا افتخار کردم. خودم هم یک گل سرخ طراحی کردم که بالای گوشی پزشکی میتونید ببینید. در چند ماه گذشته یک گلدان گل سرخ داشتم که برام الهام بخش بود و البته مادرم هم پرستار بود و اهل مالزی و آنجا گل سرخ سمبل ملیه. این نقاشی دیواری 50 اثری است که Paint the Change با همکاری نهادهای محلی در سراسر جهان تولید کرده. شما میتونید با نجات پرستی، با اسلام حراسی، با یهودی ستیزی یا منفی مبارزه بکنید یا اینکه یا حالت با حالت مثبت مبارزه بکنید. و حالت مثبت منظورم اینه که از چند قومیتی، از چند ملیتی این کشور که در حقیقت بیشتر از 200 قومیت در NHS، در سیستم بهداشتی انگلیس کار میکنن. 200 قومیت خیلیه. یعنی مثلا شما فرض کنید که در هر جای دنیا شما به هر سیستمی که مراجعه بکنید، شاید مثلا 10-20-30 قومیت وجود داشته باشن. و به خاطر همینه که من فکر میکنم که سیستم بهداشتی انگلیس اینقدر موفق بوده. چون نه در برخورد با بیمارا و نه در برخورد با مراجعین هیچ تبعیضی اعمال میشه و نه در استخدام افرادی که برای سیستم بهداشتی کار میکنن. شاید این پروژه با نشان دادن تنوع ملیتی و نژادی کارکنان NHS بتواند زخم اختلاف ها و تفرقه های این چند سال اخیر بر سر مهاجرت و برگزیت را التیام بخشد. فتانه فرج‌اللهی، BBC.